با انتشار سرود زن در گرماگرم خیزش زن زندگی آزادی، خون به رگ خیابان دوانید و با روسری تو به استقبال سالگرد قیام مهسا رفت و با اینکه میدانست بازداشت می شود گفت عزت با مردم بودن را به ذلت بر صحنه بودن ترجیح می دهد. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. پایین استیج بودن با عزت رو ترجیح میدم به روی استیج بودن با ذلت. صدای مهدی یراهی در آخرین پیام پیش از بازداشتش را میشنیدید. پیامی که به گفته همایون غنی‌زاده کارگردان تئاتر و سینما شنیدنش باید وجدان هنرمند را درگیر کند. در دیدگاه همراه با علی مصلح روزنامه نگار و منتقد سینما از ترکیه رابطه که بین جنبش های اعتراضی و هنر را واکاوی می کنیم. پیش از آن بخش از ترانه روسری تو آخرین اثر یراهی را با هم بشنویم. روسری تو در بیار آفتاب داره غروب می کنه، روسری تو در بیار عطر تو هوا رو خوب می کنه، روسری تو در بیار. آقای مصلح، در یک سال گذشته شاهد اتفاقهای مهمی در عرصه ترانه‌های اعتراضی بودیم. در نگاه کلی تأثیر جنبش‌های سیاسی و هنر بر یکدیگر رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ ببینید، در کشورهایی مثل ایران هیچ وقت هنر از سیاست جدا نبوده. قبل از انقلاب همین بود، بعد از انقلاب هم به همین شکل. اصولا در کشورهایی که حالا به معنای واقعی دموکراسی ندارن این اتفاق میفته و حتی محدود به خاورمیانه هم نیست. ما وقتی تاریخ قرن 20 رو نگاه میکنیم، مثلا در آمریکای جنوبی اتفاقاتی که میفته اسم هنرمندان پیوند خورده با جنبش‌های سیاسی. در ایران هم همینطوره، یعنی قبل از انقلاب یک بخش عمده ای از مخالفان حکومت وقت هنرمندان و روشنفکران بودند و جالب اینه که در همون یکی دو سال بعد از پیروزی انقلاب 57 همین تکرار میشه. یعنی اتفاقا همون روشنفکران و هنرمندانی که شاید در واقع با حکومت قبلی مشکل داشتن خیلی زود متوجه شدن که در جمهوری اسلامی هم نمیشه کاری کرد. یعنی در واقع اینا مهمترین مطالبه شون این بود که سانسور کم رنگ بشه. نه تنها این اتفاق نیفتاد که بدتر هم شد و پای مسائل عقیدتی و چیزهای خیلی خیلی سلیقه‌ای عقیدتی در واقع وارد ماجرا شد. بنابراین همواره اینجوری بوده و در همه سالهای بعد از انقلاب این بوده، ولی بعد از یک بزنگاهی مثل انتخابات 88 یا اعتراضات اواخر دهه 90 و به خصوص این اعتراضهای 1401 اساساً وارد یک مرحله در واقع نقاط عطفی بود که این اعتراض هنرمندان و هنر اعتراضی رو وارد در واقع مراحل جدیدی و در واقع مرحله جدید از حیاتشون کرد. همایون غنی‌زاده در واکنش به دستگیری مهدی یراهی به سکوت مردم و به ویژه هنرمندان تاخته. چه واکنش‌هایی از سوی سایر هنرمندان قابل انتظار آقای مصلح و این واکنش‌ها چگونه بر فضای سیاسی تأثیر می‌ذاره؟ ببینید، سکوت مردم به هر حال مردم ساکت نیستن. شما در شبکه‌های اجتماعی که نگاه کنید بسیار واکنش داشتن. حالا شاید مثلا هنرمندی مثل همایون غنی‌زاده انتظار بیشتری داره. درباره سایر هنرمندان به خصوص در عرصه موسیقی، بله، این انتقاد وارده. تعداد زیادی از چهره‌های سرشناس اونقدر که باید با مردم همراهی نکردن، به خصوص که مثلا مقایسه کنیم با سینما یا تئاتر که به شکل مرسوم افرادش و هنرمندانش محافظه‌کارتر هستن. این انتظار میرفت از بزرگان موسیقی ایران که واکنش‌های در واقع صریح‌تری داشته باشن و مواضع روشن‌تری داشته باشن. اما شما نگاه کنید در درباره بازداشت مهدی یراهی، به هر حال چون در سالها در فضای رسمی به عنوان خواننده پاپ فعالیت کرده، مثلا محسن چاوشی هم که اصولا چهره سیاسی نیست میاد و واکنششون میده، یا در واقع هنرمندان دیگه از حوزه های دیگه هم میان واکنش نشون میدن. بنابراین به نظر من واکنش وجود داشته. مسئله اینه که حکومت از همه قدرتش داره استفاده میکنه برای سرکوب کردن و یک بخشی از هنرمندان در واقع بیم این رو دارن که معیشتشون به خطر بیفته، حالا درست یا غلط. ولی من فکر میکنم اتفاقی که افتاد برای مهدی یراهی و بازداشتش اتفاقا بیشتر از اون چیزی که انتظار میرفت از طرف هنرمندانی که شاید محکوم در واقع متهم بودن به سکوت واکنش داشت و این خودش کارو برای حکومت خیلی خیلی دشوار میکنه.
آقای مسله، ترانه های اعتراضی، ترانه مثل روسری تو یا سرود زن یا برای چه تأثیری بر مردم داشتند و چون این تأثیرهایی چطور حکومت های استبدادی رو هراسان میکنه؟ ببینید، موسیقی با جنبش های اعتراضی در طول تاریخ یا حداقل تاریخ معاصر پیوند نزدیک داشته. شما امکان نداره که در واقع ملودی مثلا ترانه خلق متحد رو بشنوید و یاد انقلاب شیلی نیفتید، یاد در واقع اون جنبش چپگرای شیلی نیفتید. حتی وقتی که همین چند سال پیش کاندیدای چپگراها پیروز شد در انتخابات، هزاران نفر در خیابان‌های سانتیاگو این ترانه رو در واقع همخوانی می‌کردن. در مورد ایران هم همینطوره. یعنی اون ترانه‌های انقلابی چپگرایانه‌ای که مثلا قبل از انقلاب بود، اینها مصادره شد حتی. یعنی جمهوری اسلامی حتی از اونها استفاده کرد برای اینکه در واقع متن ترانه‌ها رو عوض کرد در راستای اهداف خودش. و شما ببینید، برای یک چیزیه که من فکر می‌کنم حتی اگه 50 سال بگذره، تا اگه این سیستم سقوط هم بکنه، هر کسی رو یاد سال 1401 و جنبش اعتراضی میندازه. یعنی اساساً موسیقی ذاتش جوریه که فرزند زمانه خودشه و در واقع این شکلیه که یک سند انتزاعیه از اتفاقاتی که در یک مقطع مشخص رخ داده. یعنی همونقدر که میتونه ادامه حیات بده در طول زمان، ولی در این حال همه رو یاد یک زمان مشخصی میندازه. در مورد کارهای مهدی راهی هم همینطوره. سرود زن بسیار اثر مهمی بود. یا شما ببینید این روسری تو که در واقع ملودی یکی از کارهای قدیمی شه و ترانش رو تغییر داده، چقدر بااستاب ایجاد کرد. در همون زمان کوتاه بعدش من مثلا دیدم ویدیوهایی منتشر شد که دختران ایرانی با این مثلا رقصهای متفاوتی داشتن با الهام از همون ویدیو کلیپ. بنابراین ببینید، موسیقی رو شما نمیتونید صداش رو خفه بکنید. این یه واقعیت قدیم رو صفحه های گرامافون و رادیوها بوده، الان تو اینترنت به هیچ کاری باهاش نمیشه کرد. این آواییه که در واقع در زمان و مکان رو در مینورده و به گوش همه میرسه. و جمهوری اسلامی هم مثل سایر سیستم های و نظام های دیکتاتوری از پس هنر موسیقی بر نمیاد. خب حکومت بارها تلاش کرده در مقابل ترانه و آثاری با قدرت نفوذ بالا تولیدات ارزشی خودش رو به مردم عرضه کنه. چرا این کوشش ها همواره بی نتیجه است آقای مسله؟ به خاطر اینکه ببینید، موسیقی با روح و ذهن آدمیزاد و بشر سر و کار داره. شما نمیتونید یک چیزی که به اصطلاح از دل بر نیومده رو به زور بر قلوب مردم تحمیل کنید. و این کارهای سفارشی در واقع هیچ وقت جواب نداده. هر چیزی که واقعا یک هنرمندی به معنای واقعی از اعماق وجودش این رو خلق بکنه، میتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه، نه با صرف پولهای زیاد یا مثلا ارکستر های بزرگ و از این قبیل. به همین دلیله که اساساً به نظر من جمهوری اسلامی عرصه رو در همه حوزه ها و به خصوص موسیقی به هنر زیرزمینی کاملا باخته. تعداد آثار زیرزمینی که در یک سال اخیر تولید شده اصلا حیرت آوره و اینها در شبکه‌های اجتماعی به گوش همه رسیده. شما ببینید، مقایسه کنید با مثلا موسیقی رسمی یا کنسرت‌هایی که برگزار شده، تعداد مخاطباش رو اصلا نمیشه با هم مقایسه کرد. بنابراین در واقع در این عرصه هم بازنده بزرگ اون سیستمیه که میخواد به ضرب و زور کار خودش رو پیش ببره. آقای مسله، دستگیری هنرمندان معترض چه تأثیری بر گسترده تر شدن ابعاد کارشون داشته و چرا حکومت با این وجود همچنان به دستگیری هنرمندان ادامه میده؟ ببینید، برای اینکه در واقع روش دیگه‌ای بلد نیستن. شما ببینید مثلا توماج صالحی مگر فراموش شد؟ یا خواننده‌های دیگه‌ای که باهاشون برخورد شده تو این یک سال مگه فراموش شدن؟ فقط موسیقی نیست، بازیگران سینما، در واقع هنرمندان عرصه‌های گوناگون، مگه فراموش شدن اینها؟ اینها روش دیگه‌ای بلد نیستن. مشکلشون همونه که عرصه رو باختن. در واقع تولید محتوا در فضای رسمی دیگه مخاطب نداره به اون معنا، ولی برعکس در حوزه غیر رسمی و زیرزمینی این اتفاق افتاده. شما ببینید مهدی یراهی رو در یک روز با یک خواننده رپ که در واقع یه ترانه‌ای داد بیرون که زمین تا آسمون فرق داره با در واقع ترانه روسری تو مهدی یراهی، بازداشت کردن. اون هم به خاطر اینکه یه خط قرمزهایی رو به یه اشکال دیگه شیکونده بود، مخاطب چند ده میلیون داشت به شهادت اون ویوهایی که خورده بود مثلا در پلتفرم های مختلف. بنابراین اساساً به نظر من آب در هاون کوبیدنه از طرف حکومت.
آقای مصلح، حکومت از دستگیری توماج صالحی درس نگرفت و سراغ مهدی یراحی رفت. هر دوی اینها هم سر مواضعشون ایستادند. نتیجه این چرخه چیه؟ ببینید، نتیجهش اینه که اعتبار این آدم‌ها بیشتر میشه. یعنی ببینید الان فضای حاکم بر ایران این شکلیه که حکومت هر کاری بکنه در واقع چیزی که ضدشه در موضع حقانیت قرار میگیره. فقط هم امسال نبوده ها، سال هاست که اینجوریه. یک زمانی میگفتن که مثلا روزنامه کیهان علیه هر کی بنویسه باید باعث افتخارش بشه. حالا این گسترش پیدا کرده به کل مفهوم جمهوری اسلامی. یعنی شما وقتی نگاه میکنید میبینید که هنرمندان عرصه‌های مختلف رو احضار میکنن، بازداشت میکنن، ممنوع الخروج میکنن، ممنوع الکار میکنن. این آدمها در واقع اعتبارشون بیشتر میشه، حتی در واقع میشه گفت شهرتشون بیشتر میشه. فقط هم مسئله اعتبار بین نخبگان نیست. مثلا ترانه علی دوستی رو وقتی بازداشت کردن و بعد اتفاقهای دیگه ای افتاد، کسی که مثلا موقع پخش سریال شهرزاد حرف و حدیث های دربارش بود که چرا مثلا با محمد امامی و اون پولهای آلوده و از این قبیل در واقع سر و کار داشته، کاملا تبدیل شد به یک چهره دیگه. یا مثلا فاطمه معتمداریا. من مثال از سینما میذارم که بگم فقط موسیقی نیست، در حوزه تئاتر هم همینطوره. شما ببینید کسانی که میخوان حفظ وضعیت موجود بکنن منفور میشن. در حوزه موسیقی الان کسانی مثل توماج صالحی، مثل سامان یاسین، در واقع مثل مهدی یراحی، اینها کسانی هستن که با وجود اینکه بازداشت شدن ولی فراموش نشدن. و این خیلی خیلی نکته پر اهمیتیه. من مطمئنم حتی اگر مهدی یراحی رو چند ماه، یک سال در حبس نگه دارن، صداش خاموش نمیشه و در واقع اون کارهایی که در این یک سال در حمایت از اعتراض‌ها کرده مدام و به شکل خیلی گسترده تری شنیده میشه و این دقیقاً خلاف اون چیزیه که جمهوری اسلامی مد نظر داره. سپاسگزارم از شما. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از ترکیه. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.